با درود و سلام بیننده های عزیز و ارجمند و علاقمندان همیشگی برنامه 90 دقیقه. این شبکه ورزش است و روز دوشنبه چون همیشه در همین وقت و ساعت ما برنامه 90 دقیقه رو مستقیما منظور شما میکنیم. اینک موسم امسال چمپیونات مملکت هم به انجام رسید و اکنون فرصت داریم از برد و باخت سال 2021 در دایره چمپیونات مملکت و عموما فوتبال مملکت صحبت انجام بدهیم و رابطه به این ما دعوت کردیم از متخصصان همین ساحه از جمله پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشر اورونوف و دایرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سایوالی شوقربان. خوش اومدید به برنامه ما و بسیار منتظر هستیم که دعوت ما رو قبول کردید. سلامت باشید. خب البته سال 2021 با همه برد و باخت برای فوتبال ما هم با پایان رسیده است و امیدوار هستم که روزهای باز خوب و خوش فوتبال مملکت رو در پیش است، بخصوص سال 2022 که واقعا هم بسیار مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی ما و شما رو در پیش است. خب به هر صورت سال 2021 سال جشنی هم بود برای فوتبال مملکت و طبیعی است که بسیاری از متخصصان از برد و باخت فوتبال هم گپ میزنند. خب امسال برای شما همچون متخصصان ساحه سال 2021 چگونه سال بود؟ تشکر بابا جان، سلامت باشه. درود به تمام تماشاگران ارجمند تلویزیون ورزش، مخلصان فوتبال. راستی ما هم خیلی وقت انتظار بودیم دعوت شما را، برای اینکه قریب که هر هفته بعد هر یک برنامه پس از به افیر رفتن برنامه 90 دقیقه راستی ما با برادرمان سایوالی شاقربانوف روزمان از آغاز محکمه این برنامه آغاز میشد. نه برای آنکه یکان کمبودی جستن یا یکان دیگه مسئله اینکاس کردن، بلکه برای انالیز، برای یک تحلیل کردن، برای یک از نظر گذراندن، برای با فکری متخصصان مخلصان نظر کردن و باور کنید در تو اندازه برنامه شما نیز برای پیشرفت کار ما، برای آشکار کردن بعضی کمبودی ها البته مساعدت میکرد و راستی ما هم خیلی پزمان شده بودیم که همین دعوت شما رو آمده. بعضی فکرهای خود رو نیست با تماشابینان عزیز، با کل مخلصان فوتبال و جمهوری به معلومات اونها رسانیم. وابسته باز اون که البته اگر ما فقط اوید بردباری، اوید پیشرفت گپ زنیم، اوید کمبودی سخنرانی نکنیم، در اون صورت من با آینده اینک باوری کردن غیر امکان است. برای ما هم وقت آماده ایم که چی مسئله باشد، چی موضوعی باشد وابسته به سمت کاری فدراسیون فوتبال، خصوصا لیگ فوتبال تاجیکستان هم وقت صحبت نمایم، به تماشابینان عزیز معلومات پیشنهاد نمایم و بار دیگر تاکید کردنیم و تماشابینان عزیز نیز این معلومات را رساندنیم که ما هم وقت آماده ایم، مرحمت مراجعت کنید. لیکن برای پاسخ گرفتن، برای معلومات دقیق گرفتن، برای یگان کمبود اینکاس کردن، ضروریت استفاده بردن کلمه های قبیح، به شخصیت، به عزت نفس یگان کس رسیدن، یا که به اشاره همون فکت های دلیل به فکرم که یگان ضروریت ندارد، به همون با رعای تمامی آداب معاشرت ما آماده ایم بار دیگر تاکید کردنیم که به تمام سوالی که مخلصان عزیز دارن پاسخ گردانیم. بله واقعا هم همین گونه است و البته این چیز یکی از جزهای اساسی فرهنگ مخلصی برای بسیاری از مخلصان است، چون که مثلا اگر ما به فوتبال خارج متوجه شویم، مثلا فوتبال انگلیا، فوتبال آلمان، یک فرهنگ بلند مخلصان هم اونجا به نظر می رسد که این فکر میکنم برای مخلصان فوتبال تاجیک هم شاید یک درس هم می شود. خب سایوالی شاقربانوف، شما نخستین بار است در برنامه ما اشتراک دارید. خب سال 2021 برای لیگ فوتبال تاجیکستان چگونه سال بود؟ جهت های مثبت و منفی رو میخواستیم از شما پرسیم. تشکر زیاد بابا جان، شامی شما و شامی تمامی هواداران، مخلصان فوتبال کشور، تمامی مردم شرفمند دیارمان بخیر باشد. واقعا هم قبل از همه میخواستم از فرصت مساعد استفاده برده تمامی ستاد مربیان، هیئت رهبری کننده و تمامی فوتبال بازان دسته های جایزه دار را صدقاً تبریک نمایم برای کسب زینه های افتخاری در چمپیونات مملکت و با کلوب های فوتبالی که از آن جمله کلوب فوتبال استقلال دوشنبه که در لیگ قهرمان های آسیا و کلوب های فوتبال خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش که در سال آینده در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا
شان و شرف فوتبال کلوبی میهن رو در عرصه بین المللی معرفی می‌نمایند، برایشان برور کامیابی و نتایج خوبی ورزشی رو آرزومندم. عموماً لیگ فوتبال تاجیکستان فعالیت خود رو در سال 2021 در پرتو سیاست خردمندانه و ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان و جهت اجرای دستور سپاریش های محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرارهای کمیته اجرای فدراسیون عملی نمود. بله. در واقع سال 2021 برای عموما برای کشورمون سال تاریخی و خاطرمون بود. بله. سالی بود که از اون سیومین سالگرد استقلال دولتی جشن گرفته شد و در ردیف سیومین سالگرد استقلال دولتی سیومین چمپیونات تاجیکستان بله. تشکیل و برگزار بله. گردید که واقعا هم برای ما مسئولین سالی بسیار هم تاریخی و خاطرمان بود. ما تمامی تدبیرها و چاره‌ها را اندیشیدیم تا اینکه اون مسابقه و اون چاره‌بینی هایی که مربوط به فعالیت لیگ است در یک سطح ضروری بله. البته عملی نماییم در این سال جشنی بله. و عموما در دوره حساباتی لیگ فوتبال تاجیکستان توانست مسابقه یک قطار مسابقه ها و چاره‌بینی ها را برگزار نماید، از آن جمله مسابقه برای دریافت جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با اشتراک 31 دسته از تمام قلمرو کشور بله. خب جام لیگ فوتبال تاجیکستان با اشتراک 11 دسته، خب مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان با اشتراک مسابقه جمهوری بله. البته با اشتراک 22 دسته، خب چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی با اشتراک 10 کلوب و بین دسته های لیگ یکم با اشتراک 12 دسته تشکیل و برگزار گردید. در مجموع در سال 2021 لیگ 531 بازی رسمی بله. با اشتراک 35 کلوب تشکیل و برگزار گردید. همزمان در این دوره حساباتی گفتن با مورد است که 8 کورس و سمینارهای آموزشی بله. با جلب متخصصان ساحه تشکیل و برگزار گردید بله. تشکیل و برگزار گردید که من فکر میکنم در موضوعهای مختلف جهت رشد فوتبال بله. کلوبی از اون جمله در موضوع تیبی ورزشی بله. بلند برداشتنی حقوقی معرفت حقوقی فوتبال بازان، خب برای تطبیق برنامه CMS یعنی نظام اداره کنی مسابقه ها بله. تمام کمیسران بازی های لیگ های عالی و یکم جلب گردیدن و سمینار آموزشی عملی دایر گردید. خب سمینار آموزشی در موضوع نظارت دوپینگی تشکیل و برگزار گردید در مجموع و غیره. گفتم با مورد است که 850 نفر در کورس سمینارهای آموزشی دایر جلب گردید و دایر گردید که من فکر میکنم برای بلند برداشتن سویه دانش و معرفت حقوقی فوتبال بازان و مربیان مساعدت فعال بله. نمود. خب عموما البته مربیان زیاد هم بودند که در سال 2021 به کور شروع کردند، عموما چهره های نو هم کش شدند. خب شما همچنان متخصص بگید که عموما سال 2021 چگونه بود؟ مثلا جهت های برتری که برای نهاد شما داد و جهت های مثبتی که عموما نتوانست انتازه عملی شود؟ درست قید کردید بابا جان. اون من سال 2021 اگر گیریم ما توانستیم که اون نقشه چاره‌بینی هایی که مربوط به فعالیت لیگ است در یک سطح ضروری عملی نمویم، اما گفتنی هم که در جایی که کار است البته بله. مشکلی پیگیر است بله. و کار به مشکلی نمی شود و مشکلی های هست. اگر ما اون من مشکلی های فوتبال کلوبی رو اگر در نظر گیریم یا اینکه تصنیف کنیم بله. در سمت های کادری و ماموری، در سمت های انفراستراکتوری بله. ورزشی مالیوی زیاد به چشم می رسد که بله. مشکلی هایی است که من فکر میکنم در فوتبال کلوبی مشکلی های کلیدی است بله. و نوبسته از اونی که فعالیت در صلاحیت لیگ فوتبال تاجیکستان برطرف نمودن این یا آن مشکلی یا اینکه پرابلم کلوب ها بزیمه نباشد هم، اما فدراسیون فوتبال تاجیکستان لیگ فوتبال تاجیکستان
کلوب ها را در این یا آن مشکلی دوچار گردیدنشان تنها نمیگذارند. بله. خب تشکر زیاد از علیشیر دوجانوش پرسیدنی هستیم که سوالهای هستند که واقعا هم نمانگان و سایت اخباری عمر تا یک اندازه البته در حالت نگوار هم میموند و این البته آن است که چرا دسته هایی که در لیگای اولی بازی میکنند بیشتر با مشکلی ها روبرو میگردند. مثلا بعضی آنها با طلبات زمان موسیر هم آنقدر جوابگو نیستند. مثلا بودجتی نه آنقدر خوبی آنها، میدان های تمرین و بازی و باز دیگر چیزهایی که هستند. همین چیز بسیار فراگیر است در دسته هایی که در لیگای اولی هنرنمایی میکنند. به نظر شما چی است همین مشکلی ها و راه های پیدا کردن همین مشکلی در چی است؟ در نوبت اول همه را قید کردنیم که اون چیزی که مخلصان میبینند، اون چیزی که هنگام رفت بازی، این یک علاقه، یک قدمی گوییم که چیزی که مردم میبینند در میدان فوتبال بازی هنرنمایی میکنند. تو فوتبال باز تو دسته به میدان برآمدنش خیلی کارهای زیاد به انجام رسانیده میشه، هم از جانب خود رهبریت دست، هم از جانب فدراسیون فوتبال، لیگ فوتبال تاجیکستان. بازی این خود یک مرحله نهایی همون زحمت و محنت چندین نفر و شماره زیادی مخلصان است. البته ما از جامعه بیرون نیستیم، البته ما از این مشکلی ها با خبر هستیم، البته ما میدونیم کدام دسته چی دشواری دارد. با ممکن که از همه بیشتر با این معلومات داشته باشیم، برای اون که بواسطه همه روزه فعالیت همه روزه ما وابسته به فعالیت دسته ها تعلق دارد. لیکن البته ما باید فراموش نکنیم که ما هممون از اون جمله دسته های فوتبال، فدراسیون فوتبال تاج، لیگ فوتبال تاجیکستان عضو جدانشونده همین جامعه است. همین و برای همین ما باید به نظر گیریم که وابسته به امکانیت های موجوده، وابسته به اون شرایطی که در این یا اون شهر و ناحیه ما موجود است، باید به این پروبلما نظر افکنیم. البته خوشبختانه این چیز جای پوشیده نیست، این به همه ما معلوم است. ما با این چیز افتخار میکنیم، فخر میکنیم. خوشبختانه همه ساله، این سال به اون سال، مرحله به مرحله، عموماً سطح زندگی در تاجیکستان عزیزمون به روز از روز خوب شده ایستاده است. بهبودی ها خیلی زیادن، خصوصا در پایتخت عزیزمون، در دیگر شهر و ناحیه ها. خودی امکانیت برگزار نمودن مسابقه های سطح بلند بین المللی در دوشنبه عزیزمون خوب گفت تصدیق گفته های من میباشن و ما امروز در امکانیت داریم که در فضای وحدت ملی عمر به سر بریم و این به ما امکانیت میدهد که مرحله به مرحله مثلا در تمام سمت جامعه و خصوصا فوتبال نیست پیشروی ها به نظر رسند. لیکن ما باید همین رو هم به نظر گیریم که بار دیگر تاکید کردیم وابسته به امکانیت های موجوده خودی، چون که اکثریت دسته های لیگ اولی تاجیکستان مؤسسه دولتی است. مؤسسه دولتی که شد اساسا مبلغ گذاری از حساب بودجه همون مقامات محلی میشه. هم مقامات محلی بجز از تامینات دسته های فوتبال باز در نزد خود چندین وظیفه های اولین درجه دارند. این خود تامین نفقه خوران، تامین معاش سری وقت برای دختران و معلم و دیگر چندین سمت هایی که این اولین درجه است. و نوبست از همین خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها با فوتبال نیست توجه خاصه ظاهر کرده می شد. البته با او درجه که مثلا مخلصان انتظارن و ما همچون مسئولین همین چیز را انتظار هستیم نباشد هم، لیکن توجه هست، اساس توجه هست، اساس پیشروی هست، اساس خواهش هست، اساس پیشرفت مرحله به مرحله هست. و من باوری کامل دارم که خود ما باید فراموش نکنیم که پاندمی که تمام جهان را فرا گرفت تا چی اندازه به اقتصادیات تمام جهان تاثیر خود را رسوند. این چیز را نیز به نظر گرفتن در کار. بله خب درست است. در مورد البته رشد دستان باید پیش از همه یک منیجمنت خوب در همون کلوب باشد و بسیار مشاهده میکنیم که متاسفانه در بسیاری کلوب های ما اونقدر منیجمنت خوب هم براه مونده نمیشود. مثلا مارکتینگ اونجا تا یک اندازه با یک پا میلنگد و این چیزها هم هستند. من امیدوار هستم که در آینده این چیز حل خود رو میابد و در عموم لیگ ملی فوتبال تاجیکستان، حالا شما گفتید که
البته وظیفه اساسیش کمک به دسته ها نیست، البته برگزاری مسابقه و چیزهای دیگر هستند. خب قبلا سالهای پیش لوازمات ورزشی من وضعی مالیوی دسته ها از جانب لیگ ملی فوتبال دستگیری میشد. خب حالا چی گونه است؟ چی نقشه ها هستند برای بهتر کردن وضع دسته ها؟ آیا یگان لایحه های دیگر هم برای پیشبرد دسته های فوتبال کشور هست؟ قبل از بخشش سوالی، قبل از این من یک مثال میبرم. نه فقط اوید مارکتینگ دشواری داره، بلکه چه خیلی که سوالی شاقربون در شکل کوتاه ما پیش میاد، در شکل کوتاه گفته بود که من هم پرابلم کادری بله. این پرابلم هست. ما یک مثال میبرم، دور نمیره. حتی اون دستایی که از اون جمله مثال استرافشان و کلوب مرکزی ورزشی ارتش، تو اخیران دور تو به انجام رسیدن چمپیونات معلوم نبود که کدام از همین دستا روخت پیدا میکنه برای اشتراک در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. من به سبب نگفتم که اون تو به میدان برآمدن هر یک دسته چی کارهای زیاد به انجام رسانده نمیشود. حتی نم دستایی که استرافشان مخلص زیاد دارد، کلوب مرکزی ورزشی ارتش شرایط خوب دارد در برابر استرافشان، تامینات مالیشان خوب است، لیکن به همه همین نگاه نکرده اوید حجت گذاری، اوید به انجام رسانده طلبات لیسانس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا، حتی همین دستا میسا دشواری زیاد داشتند. اگر باور کنید، اگر کمک فدراسیون فوتبال نمیشد، اگر زحمت شبانه روزی متخصصای لیگ فوتبال تاجیکستان نمیشد، آنها باور کنید تو هم ثانیه های اخیران حجت گذاری کردن و همون حجت های ضروری به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال نمودن. این معنی اون ندارد که ما از فعالیت خود حاضر تعریف کردنیم برای نه، این نشانه اون که ما در یک جایی کار میکنیم، همچون یک تیم، یک کمانده در یک جایی کار میبریم چیمیم، لیکن حتی دستهایی که نسبتاً تامینات مالیشان خوب است در این سمت دشواری دارن و وظیفه ما، وظیفه اولین درجه ما، من خود مسئولین خود لیگ فوتبال تاجیکستان نه فقط طلب کردم، بلکه نابسته از اون که وظیفه اولین درجه نیست، لیکن ما همین کار را براه ماندگی میریم بچه مساعدت کردن، مسئولین کاربری میکنن مساعدت، کمک، یاردم همه طرف ها. این چیز را ما نباید فراموش کنیم که ما این کار را در یک جایی انجام میدیم، همچون یک متحد، یک شخصانی که مقصد همه ما یک است، پیشرفت فوتبال، دل مخلصان را شاد کردن. برنامه مستقیم 90 دقیقه را ادامه میدیم. از شبکه ورزش بالاتر اشاره کردیم که در مهمانی برنامه ما نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر رونوف و دایرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سایوالی شوقربانو قرار دارند. خب ما اطرافی همان گیم که حجت نگاری دسته ها گفته میگذاشتیم و میخواستم در مورد همین چیز بگویید، آیا وظیفه کلوب ها نیست همین چیز انجام دادن حجت گذاری و همکاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا؟ واقعا هم هر یک چون که علیشیر دادا جان هم قای کردن مسئله لیسانسی کنونی روخت گرفتن یک طرف مسئله، لیکن با جوابگو با طلبات ها با اون معیار هایی که از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا معین گردیده است جهت اشتراک در این یا آن مسابقه، یعنی که در جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا البته معیار ها و بند های مخصوصی خود را دارد و لیگ قهرمان های آسیا باشد یک برابر زیاد با حجت ها طلب میکند. البته این همه برنامه است، سیستم های رقمی است، باید ما در وقت معین گردیده حجت ها پیش نیاد کنیم. البته گویم که وظیفه جانی کلوب است، کلوب باید در وقت معین گردیده وابسته به این یا آن معیاری پیش نیاد گردیده باید حجت های ضروری را آماده کند و با برنامه ورید کنند. لیکن چون که در بلو هم ذکر کردیم از لحاظی نورسوی کادری ما مسئولین البته وظیفه داریم که برای دسته ها کمک کنیم و وابسته به طلبات و معیارهای معین گرده از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا حجت ها طلب کنیم و گوییم که از طرف کلوب ورید کنیم و دسته ها را آماده کنیم. ببینید که امسال زینه سیومی چمپیونات در دور 27 معین گردید، در دور اخیر چمپیونات معین گردید و سه دسته راحت پیدا میکند به بازی های بین المللی کلوبی، یک دسته به لیگ قهرمان های آسیا و دو دسته به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا.
мо назари якхел ба ҳамаи дастаҳо дорем. Яъне ки мо 10 дастае ки дар лигаи олии ҳунарнамоӣ мекунанд, аз ҳамаи дастаҳо вобаста ба пур намудани ё пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба барномаи лицензияконӣ, аз ҷумла ба барномаи класс, аз ҳама як хел талабот аст, як хел қабул аст, чунки мо намедонем ки кадом даста роҳат пайдо мекунад ва дар сурати роҳат пайдо кардану иштирок накардани даста, яъне ки аз барномаи лицензияконӣ нагузаштан, ин албатта як талафоти бузург барои футболи клубӣ мо мешавад, чунки даста роҳат пайдо мекунад ва аз лиҳози ҳуҷҷатгузорӣ ҷавобгӯ нест. خب عموماً بعضی از دسته ها معلوم میشد که همین گونه متخصصا ندارند که در مورد حجت نگاری با کنفدراسیا فوتبال آسیا همکاری داشته باشند. خب لیگای فوتبالی تاجیکستان، فدراسیا فوتبالی مملکت از آغاز هر موسم مرحله لیسانسیا کنونی میگذارند. خب این چیز پرسیده نمیشود از کلوب ها که چرا این گونه متخصصا نیستند و چرا بعضی مشکلی ها هست. تشکر بابا جان. آید لیسانسیا کنونی هم در یکی از برنامه‌های قبلی همین مسئله محکمه کرده بوده. همجا راست گپ برای ما همچون مسئول همچی یک بویس نگرانی هم شو. برای اینکه اشتراکچی همروزه برنامه شما متخصص فوتبال است. فوتبال بازی ورزیده در هیئت تیمی ملی دولت ما بازی کرگیان درست، لیکن آنها متاسفانه اون معلوماتی که ضرور است برای معلوماتی دقیق دادن به تماشابینان عزیز ندارن. آنها بازی انالیز میکنن، همچون متخصص سخنرانی میکنن. از همون روزا ما همون پزمان همین بودیم که همین سوال شود و ما به شما معلومات پیشنهاد کنیم، چون که متاسفانه البته با بعضی سببای عذرناک کمی به همون روز به مخلصان عزیز معلوماتی نادرست پیشنهاد کرده شد. از حساب برقصدی، از حساب بخورگی ندانستن این موضوع وابسته به زمین، من به یک پیشنهاد داشتم. من یک پیشنهاد دارم که از روز آغاز اول برنامه لیسانسیا کنونی ما پیشنهاد داریم که شما بابا جان با یکی از نوابرداران تلویزیون ورزش، اگر با البته با راهبری تلویزیون مجلس موافقه میکنیم، شما ما را همراهی کنید. بله بله، همو یک کاری که از جانب هم کمیسیون لیسانسینگ پروسسیکو در یک جایی همونجا هم کارا به انجام رسونیم. ما شما رو همچون یک اعضای همون کمیسیون پیشنهاد میکنیم. بله و خود تماشابینان مخلصان عزیز از رفت همین کار، همین پروسیدور، همین کار آشنا میشن. بگذار یک برنامه شود، کدام شهر و نوایی که ما نرفتیم، با کسی که وان نخوردیم، با مسئولان، با محترم رئیس های شهر و نوایی یا حتی ولایت ها، ما همچیز هم انعکاس میکنیم، هم با معلومات تماشابینان مخلصان ما یک معلومات دقیق میتیم که در کدام دسته آمادگیش در کدام حالت است. خب همین حالا برای بیننده ها گفته میتونید که همین جزء اساسی، یعنی طلب کردن متخصصان از کلوب ها از جانب کمیسیا لیسانسیا کنونی پرسیده میشود یا نه؟ البته اگر که ما نپرسیم این یکی از طلبات، اگر مثلا متخصصان نباشند چی چوره ها اندیشیده میشود؟ ما اگر گپ زنیم که نیست متخصص نیست، به طلبات جوابگو نیست، در این صورت دیگه ما از با کی کار مونه، فعالیت مونه براه میمونه. یعنی مجبور هستید که مثلا اونها را از لیسانسیا کنونی گذراندید؟ گپ در سر اون نیست که ما مجبور هستیم، ما وظیفه دار هستیم که کمک کنیم برای تربیه کردن همه کادرهای جوان. خوشبختانه این نفر کادرهای جوان در اکثریت دست ها پیدا شده ایستادن. برای اونکه سال از سال تجربه پیدا میشد، سال از سال خودی هم راهبری همه دستای فهمیده ایستادن که با این خلاصه آمده ایستادن که به اجرای این طلبات ها اومن دسته عرض فعالیت کرده نمیتونه. طلبات زمانی معاصر است و حتی در صورت پیدا کردن راحت اشتراک کرده نمیتونه. برای همین ما این کار رو در یک جایگی براه مونده ایستادم. من برای همین پیشنهاد من از همین نقطه نظر بود که شما هم همچون متخصص، همچون شوری، همچون ژورنالیست، با در یک جایی با تلویزیون ورزش، شما هم به ما نیز برای همین کار کمک رسونید. جهت اینیکاس تبلیغات که همین کمیسیون چی کارها رو به انجام میرسونه. خب تشکر زیاد. و این سال ما میدونیم که ریگارتاداز و روشن ظفرآباد به لیگ اولی راحت گرفتند. خب ریگارتاداز یکی از دسته های واقعا هم تاریخی فوتبال کشور هست در دوران سوی استقلال کشور، اما
равшани зафаробод қадамҳои нахустини худро ба футболи профессионалӣ гузошта истод аст ва онҳо ба лигаи олӣ роҳат гирифтанд. хуб ба лигаи олӣ роҳат гирифтан чизи дигар аст, аммо талаботҳоро иҷро кардан умуман чизи дигар аст. масалан дастаи равшани зафаробод майдони хонагӣ ба назари ман надорад ки масалан ба талабот ҷавобгӯ бошад. ҳоло чӣ гуна иҷоза дода мешавад барои ин даста то ҳунарнамои худро дар лигаи олӣ идома диҳад? اوید دسته ریگر تا دست اگر شما در خاطر داشته باشید یک سال قبل بله. هنگامی که دسته ریگر از لیگ اولی را ترک کرد بله. اینجا پیشنهاد خیلی زیاد بود خصوصا از جانب ژورنالیستان نیست بله یعنی شماره دسته ها زیاد کرده شوند زیاد کرده شد به طور بله. استثناء دسته ریگر تا دست میون دسته لیگ اولی باقی ماند بله. دسته ки ҳафт карат чемпиони тоҷикистон шудаги аст чемпионат мончита мумкин ки ҳамин даста аз байн равад не ки хушбахтона ва аз фурсати муносиб истифода бурда ба муҳтарам роҳбарияти федератсияи футбол муҳтарам аъзоёни кумитаи иҷроии федератсияи футбол бори дигар миннатдории хешро баён карданем ки ҳамин тартиб нигоҳ дошта шуд тартиб оиди риоя кардани қатъиёнаи принципҳои варзишӣ بله. شما خود تصور کنید اگر ما هم پرینسیپ ریوی نمی کردیم یعنی ریگر تا دست میانی دستا لیگ اولی میموند امسال ریگر بله. تا دست لیگ یکم برآمد کرد برگشت و باور کنید الکه با یک روحیه بلند روحیه نو بله. با یک تغییرات دیگرگونی های کلی بله. خوب برگشتند بله. باور کنید من فکر میکنم که از کار فعالیت اونو بسیار خوب بله. براه مانده شده است و اونها الکه به شکل دیگر اینجا برگشتند بله. و من فکر میکنم که بازی خوب هم نشان میدن بله. این همچون مثال بله. همچون مثال که وظیفه یکی از وظیفه اولین درجه ما همچون مسئولین فدراسیون فوتبال رعایت کردن ترتیب نظام بله. طلبات نظام نامه و در این سم رعایت پرینسیپ های ورزشی در نوبت اول است بله. پرینسیپ های ورزشی همون است که خواه دسته مثلا ریگر باشد خواه استقلال باشد زمانی که نتیجه خوب به دست نیاورد آنها وظیفه دارند که در لیگ یکم بازی کنند پرینسیپ های ورزشی بله. در نوبت اول بله. اوید دسته ظفرآباد البته راحت گرفتگی نه که حالی اجازت گرفتگی نیست بله حتی هنگامی مراسم جایزه سپاری ما من با همکارم با سیولی شاقربانو حتی در همو وضعیت با تنتنه ما همین چیز رو نکی قید کردیم بله. که ما البته خوشبختیم ما البته تبریک میکنیم دست مخلصان بله. مخلصان این دست رو مخلصای سرشمار دارن بار اول در تاریخ بله. لیکن کارهای زیاده رو به انجام رسانیدن در کار برای اجازت گرفتن برای اجازت بازی در لیگ اولی بله خب تاریخ فعالیت شما یگان مرتبه شده است که دسته که روخات گرفت به لیگ اولی ولی از لیسنس یکنونی نگذشت اومان بود همین گونه حالت راستی تا چند سال اخیر یاد ندارم لیکن وابسته به روشن ظفرآباد و ریگر تدس شهر تورسونزاده که روخات پیدا کردن به حیات دسته لیگ اولی همین رو گفتنی هستم که داشتن یا نداشتن ورزشگاه من فکر میکنم که برای راحت پیدا کردن برای اشتراک کردن در حیات دسته لیگ اولی مشکلی شده نمیتواند چون که موافق نظامنامه لیسنسیه کنونی دسته لیگ اولی که از طرف رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصدیق گردیده است دسته‌ای که ورز میدان یا ورزشگاه خانگی خود را میتواند که با دل خواه ورزشگاهی که از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبول شده است میتونن شرطنامه کنن بله. و شرطنامه را پیشنهاد میکنن به فدراسیون فوتبال با کمیسیون لیسنسیه کنونی و اجازه داده میشود خب وابسته به دسته ریگر تا دست شهر تورسونزاده خب دسته ریگر تا دست سالهایی که یک سال قبل که در حیات دسته لیگ اولی هنرنمایی میکرد نو وابسته از اونی که در کدام زینه قرار داشت در فرجام چمپیونات خواه زینه سیوم باشد یا چهارم یا پنجم یا هفتم دسته بود که در برابر استقلال خوجن از لیسنسیه کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا میگذشت بله بله یعنی که همون پنج معیاری که معین گردیده است معیار کادری و ماموری انفراستراکتوری ورزشی مالیوی یعنی به همه همون معیارهایی که از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد شده است دسته جوابگو است بله. تمام حجت گذاریش گوییم که در یک سطح ضروری جوابگو به طلبات های کنفدراسیون فوتبال آسیا است من فکر میکنم که در صورت جوابگو به طلبات های کنفدراسیون فوتبال آسیا بودن البته از طلبات های ما هم هست بله. و امیدوارم هم هستیم که در موسم آینده دسته از خود مهارت خوب هم نشان میدهد و
ҳуҷҷатҳое ки вобаста ба лицензия кунони лигаи олия ҳаст ва конфедератсияи футболи осиё ҳаст дар як сатҳи зарурӣ пешниҳод менамояд. Умуман бобоҷон манзарат умуман корбаре бо ин ду дастае ки роҳат гирифтанд ҳанӯз моҳи октябр оғоз шудаги аст. Ҳамон лаҳзае ки вао роҳат пайдо карданд мусобиқа ба анҷом расид вохӯрӣ доир намудем бо роҳбарияти ҳар ду даста. Корбаре аз ҳамон рӯз оғоз шудаги аст. Ҳатто дастаи регарам баъзе душвориҳо дорад оиди пардохти ҳаққи маоши собиқ бозингарон, собиқ роҳбарияти даста. Дар ин самт ҳам коро рафта истодааст ва ман боварӣ дорам ки то оғози таму процедури лицензия кунонӣ ин душвориҳо дастаи регард тадааст пай сар мегиранд. Ина ман ҳамчун мисол овардам. Хуб, ташаккур. Оё ширкати 14 даста дар лигаи олӣ то соли 2026 дар назар дошта шудааст ё на? Масалан, соли гузашта замоне ки ҷаласаи ё конгресси кумитаи иҷроии федерасияи футболи тоҷикистон шуда гузашт, то соли 2023 این چیز به تغییر موند، یعنی 10 دسته اشتراک میکنند. خب در آینده چی است؟ چی نقشه ها، چی تحریزی ها از جانب فدراسیه و همچنین لیگه فوتبال تاجیکستان است؟ تشکر، گر جزا داشت. مرمت تشکر بابا جان، موافقی قرار کمیته اجرای فدراسیه فوتبال تاجیکستان شروع از سال 2023 مسئله موردی نظر، موردی بررسی قرار میگیرد. ва имсол мо албатта пешниҳодҳои худмона пешниҳодҳои лигаи футболи тоҷикистон ба кумитаи иҷроия албатта ироа мегардад пешниҳод мегардад ман тартиби фарз кардем 12 дастаи шуруъ аз соли 2023 дар сурате ки агар кумитаи иҷроия федерасияи футболи тоҷикистон қарорҳои дахлдорро қабул намояд чанд даста аз лигаи якум ба ҳайати дастаҳои лигаи олӣ пешниҳод мегардад яъне ки роҳхат пайдо мекунад ва чанд дастаи дигар гӯем ки аз лигаи олӣ шомил мегарданд ба ҳайати дастаҳои лигаи якум албатта бо риояи принсипҳои варзишӣ яъне дар нақша ҳаст ҳамин гуна пешравиҳо ва барномарезӣ албатта бобоҷон албатта ин чизо дар нақша аст ин догма нест ҳашт даста даҳ даста ё дувозда албатта вазифаи аввалиндараҷаи мо фароҳам овардани шароит аз ҷиҳати ташкил ва баргузории мусобиқа бори дигар таъкид карданем ташкил ва баргузори пурра маблағгузори дастаҳо нест ина ман борҳо таъкид карданем бори дигар таъкид карданем ки вазифаи федератсияи футболи тоҷикистон дар навбати аввал таъмини дастаҳои мунтахаб вазифаи лигаи футболи тоҷикистон ташкил ва баргузории мусобиқа лекин новобаста баъзи аз ин бо дастгирии бевоситаи муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон солҳои охир дастгирии дастаҳо хело зиёд аст албатта мо вазифа дорем ки шумораи дастаҳо зиёд шавад лекин мо бояд аввал як анализ як таҳлили зарурӣ ба анҷом расонем баъд шумораи онҳо зиёд шавад мо метавонем 14 даста бошад 16 даста бошад лекин шумора зиёд бошаду сифат пас бошад шумора зиёд бошаду ба талабот ҷавобгӯ набошад сатҳи бозингаро пас бошад сатҳи ҳамун омодагӣ ҳамун дастаҳо пас бошад ӯ баръакс бо ӯ клубҳое ки мисол шароити хубтар дони сатҳи бозишон хубтар онҳо бо дигар клубҳое ба қафо мекашад албатта мо зид нестем барои мо ҳам ин боиси ифтихор аст ки шумораи дастаҳо зиёд мешавад лекин ин кори саросемагӣ надорад марҳила ба марҳила хуб ташаккур воқеан ҳам лигаи футболи тоҷикистон дар дастгирӣ кардани клубҳо аз ҷиҳати молиявиам хуб аст агар махфӣ набошад буҷети лигаи футболи тоҷикистон дар соли 2021 чӣ гуна буд масалан аз ҷониби сарпарастон федератсияи футболи кишвар ташаккури зиёд вобаста ба дастгириҳо шумо сухан кардед ман аз фурсати мусоид албатта истифода бурда миннатдории худро ба муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ҷиҳати рушди футболи клубӣ изҳори сипос менамоям баён менамоям зеро иқдомҳо ва ташаббусҳое ки аз ҷониби муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон дар самти рушди футболи клубӣ амалӣ мегардад дар осиёи марказӣ беназир аст бубинед ки бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи муҳтарам роҳбарият дар оғози сол 10 дастаи лигаи олӣ ба машқу тамринҳои дастаҷамъона дар осоишгоҳи баҳористон ва маркази таълими бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри гулистон фаро гирифта шуда буданд ки зиёда аз 300 нафар фаро гирифта шуда буд дар доираи ҳамин машқу тамринҳо гӯем ки ҳам мусобиқа ташкил шуд ва ҳам курси семинарҳои омӯзишӣ барои бозингарон барои мураббиён барои духтурони дастаҳо созмон дода шуд инчунин бо дорувори ва витаминизатсия барои даҳ рӯзи ҳамун буду боши дастаҳо таъмин гардида буданд хуб дар баробари ин
ببینید بعد 10 دسته لیگای اولی حیاتوی اساسی و جوانان سر و لباس پوره ورزشی بله. که یکی از شرکت های یکی از برند های جهانی شرکتی جوما بله. رایگان تقدیم گردید. خود تصور کنید بعد 10 دسته لیگای اولی حیاتوی اساسی و جوانان بله. خب در برابر این بازینگرانی حیاتی اساسی جوانان لیگای اولی بله. بازینگرانی دسته های لیگای یکم پورا از معاینه تیبی متمرکزانیده شده بله. در شهر دوشنبه زیاده از 800 نفر از معاینه پوره تیبی گذرانده بله. این از طرف لیگه فوتبال بود از با دستگیری مولوی بله. فدراسیون بله. فوتبال تاجیکستان بله. البته لیگه عملی نمود بله. خوب ببینید که 800 نفر با زیاده از اگر خطا نکنم 16 نامگوی تشخیص بله. گذاشتن در شهر دوشنبه و هر یک بازینگر بگیم با کارت تیبی تامین گردید بله. خب در برابر این پرداخت حق خدمت داوران، ناظران، کمیسران تمام بازی های چمپیونات تاجیکستان، حیات اساسی، بله. حیات جوانان، جام تاجیکستان، لیگ یکم از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملی شد بله. خوب البته تشبث و اقدام های زیاد نیز از جانب بله. محترم روبریت با دستگیری محترم روبریت عملی گردید که من فکر میکنم برای این هم مقصد هدف اساسی چیست؟ همون وضعی مالیوی دسته ها بودجه دسته ها کلوب ها رو به نظر گرفته چون این لایحه ها عملی میگردد بلی. البته هر یک لایحه یا اینکه لایحه یک دوره معینی خود را دارد بلی. این دائمی شده نمیتواند از این لحاظ من فکر میکنم کلوب ها رو ضرور است که از این امکانیت ها از این تشبث هایی که امروز رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیاده می سازد باید استفاده برند و کلوب های خود را تا اندازه توانند که با جلب سرپرستان چیزی که در بالا شما ذکر کردید مارکتینگ باید رشد کند و جلب سرپرستان را به کلوب ها دعوت کنند جلب کنند تا اینکه توانند وضع مالیوی کلوب ها را بهتر و خوبتر بله. گردانند. در مورد بودجت نگفتید؟ آید مارکتینگ بودجت مالش با بودجت حالی بار میگردم با فکرم مشکلی نیست. آید مارکتینگ قبلا با سوال هم داشت بود ما همین چیزا بسیار انالیز میکنیم. سال 14 هنگام لیگ فوتبال تاجیکستان فعالیت خود را آغاز کردنش در ورزشگاه عادتا از دو سه زیاد زیاد چهار چی میشه تام بورد های تشویقاتی میگیم ما تبلیغاتی تبلیغاتی حاضر بینه که در اکثریت ورزشگاه حتی جو نمیرسد این هم نشانه که مارکتینگ البته با اون سطحی که ضرور است نیست لیکن این هم یک نشانه پیشروی است. خب البته بعضی دسته ها در ساحه مارکتینگ و منیجمنت بسیار خوب فعالیت کرده اند مخصوصا دسته هایی که در سینه های بالای جدول می ایستند بسیار عالی کار شده. حالا کابینه نتیجه بله. نتیجه من کلوب مرکزی ورزش ارتش مثال آوردیم بله. بجز از من با سرپرست و ایلاوگی پیدا کردن با بله. یک کارهای ایلاوگی رو به انجام رسیدن اونها نیز مؤسسه دولتی شدن بله. اونو صاحب مهر خود صورت حساب علایده خود شدن این هم یکی از طلبات های کنفدراسیون فوتبال آسیا بله. اگر همین کار را به انجام نمی رساندن مثلا حتی با دست پیدا کردن راحت نیست در این مسابقه بازی کرده نمیتونست بله. فعالیت کرده نمیتونست برای مخلص های عزیز همین را باید درک کنند که بجز از نتیجه باز این کارهای ضروری هست که باید به انجام رسانند بله. خصوصا دست هایی که لیگ اولی برانند دست هایی که بازی بین المللی رو خواهد گرفتن این چی سمتی کارم به حد مهم است بله. خب من بودجت لیگ فوتبال تاجیکستان برای یک سال است یا که برای چند سال ببینید و چی قدر است ببینید بودجه لیگ فوتبال تاجیکستان از حساب اضحقی های دسته های لیگ های اولی یکم و شریکان رشد تاسیس میوبد بله. تاسیس میوبد و لیگا فعالیت به حسابگیری مستقلی خود را دارد یعنی که مبلغی که وارد میگردد میتواند برای معاش انداز پرداخت اندازها معاش کارمندان و تشکیل و برگزاری مسابقه ها خب 5-6 مسابقه هایی که به واسطه بزیمه خود لیگ فوتبال تاجیکستان است برای در یک سطح ضروری تشکیل و برگزاری بازی ها و همزمان ببینین دو سال اخیر است که ما برای بهترین ها البته کمی هم باشد این هم یک هوسمندی است گویم که برای
بهترین های ما هم از بازینگران و هم مربیان رو کمیسیه داخل دار معاین میکند و حواسمندی گردانیده میشود. و اون مبلغ هایی که باز باقی میموند برای سالی آینده و برای شرایط مالی و مادی هم لیگا و هم اعضایان لیگا البته روانه میگردد. بله خب تشکر زیاد. یکی از موضوعهای اساسی در فوتبالی کشور، خب بیاید از چیزهایی که واقعا هم حالا گفته گذشته میگذاریم. و خب پرابلمای اساسی در موسم امسال متاسفانه در برنامه گذشته ما قید کردیم، علی رشید محمدوف هم گفتن، سپون خواجه هم گفتن، این بازی فروشی بعضی از بازیگران است. این بسیار علم آور هم هست در فوتبال ما. لیگ فوتبالی تاجیکستان، فدراسیون فوتبال مملکت، خب در همین سو چیکارها رو انجام دادن؟ مثلا بسیاری از متخصصان پیشنهاد کردند که بسیاری از بازیگران، بسیاری اون نفرانی که به همین کارها دست میزنن، اگر بازداشت شده و مجازات میشدن، این برای رشد فوتبال، برای نسل های آینده بسیار زمینه خوب به میان می آورد. و بسیار هم اخبارات هم هست که بعضی فوتبالبازان جوان که قدم های نخستین خود را میگذارند به فوتبال، متاسفانه به همین کارها سر یعنی دست میزنند، که فکر می کنم این برای آینده آنها بسیار تاثیر منفی می رساند. قبلا بیاید یه چیز را معین کنیم. بله. جهت یوریدیکی. بله. اون شخصی که دلخوش شخص، دلخوش بله. انسانی که جنایتی و یا که کاری نامطلوبی که او به انجام رسونده است از جانب سود تصدیق کرده نمیشه یا دلیل نیست، اون را ما عیبدار کرده نمیتوانیم. بله. این جهت یوریدیکی است، این به همه بله. معلوم است. اما تفتیش میشود یا نه؟ از دویوم بار دیگر باز من تاکید کردنیم همون به مسئله من برگشتنی بودم. خوب شد که شما همین مسئله رو باز واضح تر نمیدید، همین مسئله رو با مخلصان عزیز ما میرسانیم. ما باز یک پیشنهاد دیگه داشتم وابسته باز همین مسئله ها، وقتی که مثلا مربی گپ میزنه، وقتی متخصص ها گپ میزنه، باز از مسئولین هم پرسان شدن لازم تا که ما به تماشابین معلومات دقیق دهیم. شما قید کردید که در سال 21 چی کارها به انجام رسانیده شد. این کارها سال 21 نه، از سال 20 شروع شده گی است. از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک کمیسیه مخصوص از حساب متخصصان تمام ساحه، داوران، کمیسران، ناظران، سابق فوتبال بازان دسته منتخب تشکیل کرده شده. این از جانب این کمیسیه به اعلان زیادتی بچ بازی ها رفته از نظر میگذراندند و چندین بارا همین کمیسیه جلسه خود را دایر نموده اوید این پرابلم کاربری شدگی است. دو بار یا اگر خطا نکنم سه بار با راهبران دسته های لیگ عالی واخوری دایر نموده، از سال 20 شروع کرده اوید این مسئله. ما چندین کارا را فدراسیون فوتبال با لیگ فوتبال تاجیکستان به انجام رسوندن است. شما آگاهی دارید که بعضی فوتبال بازان نیست، یکی از فوتبال بازان دسته دوشنبه نیست وابسته به همین مسئله جزای خود رو گرفت. لیکن پرابلم میدونید در چی بابا جان؟ خصوصا اون دسته‌ای که من همروز علیار اشور محمدوف تاکید کردم، دسته کوکتوش. بله. با راهبر همون دسته نیز ما چندین بار صحبت کرده بودیم. اون کس هم با ما هم این معلومات گفته بود دهانی که همین پرابلم هست، بعضی بازینگرا به همین کار مشغولن. نه که وقتی ما میگویم که یک معلومات پیشنهاد نماید که ما دلیل داشته باشیم کاربری کنیم، میگن که خب بیا کاری گذشته بیا همین کار تا آخر نبریم. او این معلومات دقیق است. من میتونم اینا گجای باشد با همون همون شخص با این چیز گپ زنم. لیکن یک سوال دیگه دارم. اون لیگیونرایی که اوید اونها علیار اشور محمدوف سخنرانی کردن، اون لیگیونرا رو لیگ فوتبال، فدراسیون فوتبال به هیئت خود دعوت میکنه، با میدان به هیئت میمونه، یا که خودی همون دسته البته کلوب شبهه که داشته باشن برای چی معلومات پیشنهاد نمیکنن؟ بدلیل از منبر از این یک کس عیبدار کردن، این عموما خود علاقه کاری نادرست است. خب با عقیده درست است. شما بینه حجت های ضروری پیشنهاد میکنن، اویده با قیدگیری این یون لیگانیر ITC رو پیشنهاد میکنن، کانترکت رو سازشنامه کوریش رو پیشنهاد میکنن. ما در کدام اساس لیگانیر رو با قید نمیگیریم؟ نه که بعد از اون که موسم به آخر میرسد بعد حاضرم مرحمت دلیل پیشنهاد کنه، دلیل باشد، اما چون که دسته دوشنبه به ما در این سمت کمک کرد.
همین کمبودی بود، آشکار شد، بازینگر جزای خود گرفت. این پرابلما هیچ کس روپوش کردنی نیست. اوید این پرابلما ما گفتنی نیستیم این پرابلما وجود ندارد. البته وجود دارد، نه که با ما دلیل لازم است. این کار فقط در یک جایگی. اگر که هموش خیلی شبهه باشد، معلومات پیشنهاد نمود، با ما همچون مسئول فدراسیون فوتبال لیگ فوتبال با سمت کار خود این بود در این سمت حتما کاربری کرد. آدمایی که با این کمبودی راه میتن جزا میگیرن. ما بار دیگر تاکید کردنیم این رو روپوشی نمیکنیم یگان وقت. وابسته با هم اگر جزات باشه، وابسته با همین موضوع خیلی که سلام علی شهر داده جانشان قید کردن، علاقه کمیسیای سال دویوم است که کمیسیای با صلاحیت از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان تاسیس یافته است. خب ببینید در دوره همین در دوام همین دو سال اگر خطا نکنم 12 یا 14 جلسه خود را دایر کرده گه قریب که در همه بازی ها البته مشاهده ها هست، تحلیلی بازی ها هست و نسبت این یا آن بازینگری که احتمالیت هست، شبهه هست، البته دعوت میگردد. لیکن فراموش نباید کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا یا اینکه فدراسیون بین المللی فوتبال وقتی که کمیسیای به اصطلاح مچ فیکسینگ بازی های قبلا موافقه شده سازمان داده می شود در این یا آن اسوسییاسیا، ببینید که کاری کمیسیا پوشیده است. یعنی که همون دوره تحلیل، دوره بررسی تو اینکه دلیل های شایعی پیدا نگردد. این البته خوب است چون که ریویه اخلاق انسانی هم هست. بله درست است. ما باید مثال پیش از یک وقتی که یک نفر احتمالیت هست، شبهه هست، ما نمیتونیم او را مثال گمانبر یا که گمانبر است ما او را گناهگار حس کنیم. البته از جانب کمیسیای باصلاحیت وخوری ها زیاد شد نسبت این یا آن بازینگر که احتمالیت هست، شبهه هست، دعوت میگردد. البته من خود شاهد هستم که یک چند مرتبه نسبت این یا اون بازینگرایی که احتمالیت بود شبهه بود دعوت گردید و صحبت های خاصه، صحبت های گویم که انفرادی برگزار شد و وابسته به این موضوع مثلا معلومات های زیاد هم جهت های اتیکیش هم هست. بابا جان ما درست فهمه که ما همه این چیزها را با معلوماتی مثل جورنالیست ها یا مخلص ها رسانده نمیتونیم چون که ما دلیل نداریم. نکی صحبت خیلی زیاد است. میفهمانیم، نصیحت هم میکنیم، دلیل هم پیش میبریم. نکی ما همه این را اینکاس کرده نمیتونیم. خب ببینید در همین زمانی معاصر نه تنها در تاجیکستان، در تمام دنیا گیم که همین پرابلم همین مشکلی هست. ما وابسته به همین یک سیمیناری مخصوص هم گذرانیدیم، مدتی 3 روز دوام کرد در همون آسایشگاه بهارستان در دایره همون مشق و تمرین های دست جمعانه با جلب حقوق شناس و همین مسئله رو پورا همه جبهه های مثبت و منفی و گویم که همه پهلوهای همین مسئله را با فوتبال بازان با مربیان فهمانیده دادن که همین مسئله، همین کار پیامد به چی برده میرسونند، چی پیامد ها داره. در اینجا کمک شما باز لازم میشه. هم جورنالیست ها شخص ها با پیشنهاد است که ما میتونیم شما رو نیز یا که دل خواب جورنالیست های تلویزیون ورزش از همین کمیسش هم برای چی؟ بازی های ثبت میکنی، شورهی میکنی، ما باور کنی همه بعد هر دور انالیز میگذارانیم کی کارتی زرد، با چی سبب، با چی؟ گفتای ما معنی اون ندارد که علیار اشور محمد یا صبحان خجاف معلومات نادرست دادن. نه درست گفت این شبه هست، این پرابلم هست. نه که ما طرف داریم اون که تو که دلیل انیخ نداشته باشیم ما باید نام یک کسا نگیریم، یک کسا گمانبر نشیم، عیبدار نکنیم. دلیل انابت ما کمیسیه مخصوص است، ارگانوی داخل دار است، قرارش را میبرد، یک اون کس این چیز رو پوشی کردنی نیست. خب البته این هم میتواند خوب باشد چون که وقت جورنالیست هم اشتراک میکند، این یک تحقیقات جورنالیستی هم میشود، بسیار خوب میشود. مرحمت فعالتر شدن موندر کن. اون است که بسیار از صاحب نظران فوتبال هم سالی گذشته گفتند که یکی از سبب های از لیگ اولی رفتن ریگارتاداس هم همین بود و تا جای معلومات ها هم بود که نهادهای بلندترین فوتبالی قاره هم حتی مکتوب پیشنهاد کرده بودند که همین کارها و تا اونجا هم رسیده است. چرا مثلا چوراجویی نشد نسبت به همون بازینگرانی که به همین کارها دست دادن و میگویند که مثلا شرکت های بوک میکری وقتی در تاجیکستان فعال شد بازینگران بیشتر به همین چیز مایل کردند. خب چی پیشنهاد داره شما متخصصان؟ من از سابق فوتبال بازان هم پرسیدم که چی پیشنهاد داره، اونها پیشنهادهای خود رو گفتن. شما که متخصص همین سوال هستید و باز معلومات های زیادتر هم دارید،
چی پیشنهاد میکنید راجع به ما نه فقط پیشنهاد داریم بابا جان من بار دیگر تاکید کردم در این سمت کارهای زیاد به انجام رسید خصوصا همکاری با هم شرکت های بوکمکری رگر تداز درست قید کردید یکم جلسه ای که برگزار گردید بخشیده به پرابلم دسته رگر تداز بود دویم جلسه ای که برگزار گردید چند نفر از هم بازینگروی همه وقت رگر تداز دعوت شده با ما خود صحبت گذارانیده شد بارکنید ما با شرکت های بوکمکری هم این کار را براه موندگیم یعنی البته هست چیزایی که با معلومات شخصی هر یک انسان این چیز را ما در نظر نداریم من خواهش میکنم احترامونه که چیز درست درک نه لیکن ما در دایره فعالیت خود اوید بازینگرانی که اعضای لیگ فوتبال اعضای فدراسیون فوتبال میباشند حقوق یوریدیکی داریم معلومات ضروری پیدا نمایم این کاربری در این سمت یگان دقیقه یگان روز من شدگی نیست لیکن بار دیگر من تاکید کردنیم که به ما دلیل لازم است خصوصا اوید آن بازینگرایی که شما نامبر کرد پیشنهاد ما همین کار را بیاید باز فعالتر میشیم با کمک شما شخصا شما همکارای شما اون نفرایی که به همین میساد سر و کار دارن و شما هم همه وقت در هر یک دور بازی ها خوشبختانه پخش مستقیم میشه چی اون نقطه نظر خودتان داره چی داره انا پیشنهاد اساسی ما همین است دویم پیشنهاد ما هست پیشنهادایی که ما حاضر یک مخفیت خاصه دارد من حاضر نمیتونم مثال در افیر این رو گفته گذارم بعد از برنامه باز صحبت علایده دایر می نمویم و در این کار در یک جگه همین کار بله خب تشکر زیاد یگان ریفورما در مسابقه لیگ فوتبال تاجیکستان در سالهای آینده به نقشه گرفته شده است البته ما نقشه ها زیاد داریم وابسته به فرمت برگزاری بازی ها وابسته به شماره دسته ها وابسته به مسابقه ها در این یا آن سطح برگزاری بازی ها لیکن حتی برای سال آینده سال 2022 من تا تصدیق خودش نیافتن در تو پیشنهاد البته پیشنهاد شدگی است به کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا جانبداری نشدن از کمیته اجرایی جلسه کمیته اجرایی گفته نمیتونیم ما نمیتونیم گفته چون که ما اون قرار و قرارهایی که از جانب کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبول میگردند ما وظیفه داریم که وابسته به این یا اون قرار قبول گردیده بله. البته نقشه چوربینی های خود رو آماده کرده ترتیب داده و وابسته به اجرایش قرارهای قبول گردیده البته فعالیت میکنیم بله. لیکن وابسته به چیزی که شما گفتید اصلاحات در برگزاری مسابقه ها فرمت برگزاری مسابقه ها و شماره دسته ها البته هست و من امیدوار هستم و با باوری کامل گفتم میتوانیم که سالهای آینده مرحله به مرحله سطح و صفت برگزاری مسابقه ها و فرمت برگزاری مسابقه ها البته کلان تغییر خواهد یافت باور کنید اون بعضی کمودی که میساز هست هنگام برگزاری مسابقه خصوصا و تنفذی که یکی از مربیان محمد جان حبیب اللهیف قید کرد که میساز دوام یک ماه البته ما میفهم این دشواری است دشواری است دسته هنگامی که از اون سیکل از اون وقتی بازی میبرد فقط با تمرین دسته در اون ساعتی ضروری نگاه داشتن دشوار است لیکن همین را باید قید کنیم که خودی سبحان خواجه هم همون در اون برنامه بسیار درست قید کرد که دسته همه در ساعتی همه در از ساعت بودن این خیلی نبود که یا دسته بازی کرد دیگر دسته بازی نکرد بعد ما دیگر چیز رو سببش رو باید به میان بیاریم سببش چی بود؟ آمادگی دسته منتخب تا 23 ساله جمهوری تاجیکستان با بازی های انتخابی جام آسیا اشتراک آنها در این مسابقه یعنی منفیت های دسته منتخب منفیت های دسته ای که وطن عزیز ما رو معرفی میکنه البته بار دیگر تاکید کردنم که این دشواری است برای مربی ما رو این کار نمیکنیم نه که از این پهلوی ترازو منفیت های دسته منتخب دولتی ما است و باور کنید ما هم میفهمیم که تا ماه دکبر دوام کردن چمپیونات نادرست است صفت میدان ها بدتر میشد هر چنده که بخشش با نظر داشت تمام همین کمک های دستگیری ها لیکن علف این یا آن ورزشگاه اگر زر شد به این
федерация футбол ё лигаи футболи Тоҷикистон гунаҳкор нест. Ҳар як варзишгоҳ, ҳар як даста бо масъулин дорад, кормандони худро дорад. Ва ин масъала хеле зиёд аст. Боз як пешниҳоди дигар дорам ки мо метавонем ки дар давоми мавсим ё ки ҳама вақт ҳама рӯз давоми як моҳ ба як бор, ду ҳафта, як ҳафта як бор, як мо муошират кунем бо мухлисо. Тариқи телевизион, тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ. چی گونه باشد ما هم ملاقات را به راه ماندنی هستیم. ما آماده ایم در فدراسیون فوتبال لیگ فوتبال تاجیکستان همه وقت باز است. ما آماده ایم که با مخلصان معاشرت کنیم، با سوال های پاسخ گردانیم، لیکن با رعایت فرهنگ معاشرت، به استفاده کلمه های قبیح. ما یک پرابلم را روپوشی کردن نیستیم، از معاشرت دستکشی کردن نیستیم. ما آماده ایم مرحمت مراجعت کنیم و از جانب شما هم بابا جان همچون مؤلف هم برنامه چی پیشنهاد باشد ما آماده مراجعت کنید، معلومات گیرید تا که ما امکانیت داشته باشیم با مخلصان، با تماشابینان عزیز معلومات دقیق خب تشکر. اینجا اشاره میکنند که عمان وقتی برنامه ما هم علاقه کایهو گذشته است، ولی دو سوال دیگر مانده است که میخوایم به طور کوتاه جواب دهید. سوال اساسی این است که مسابقه حیات جوانان بین دسته لیگ اولی عمان به دیگرگونی نیاز دارد. مثلا حیات جوانان هست که در هر دوره مسابقه یک روز پیشتر یا در همون روز برگزار میشود، ولی خب با عزت این است که بعضی از متخصصین رسیدنی نیستیم. مثلا در تاجیکستان باز لیگ های دیگر هستند، یو 18 یو 17. خب چی می شود که مثلا حیات جوانان برداشته شود و همین یو 18 گذرانده شود، یا اینش یا اینش؟ مثلا بسیاری از وایای هست که امکانات هایی هست که بعضی از بزرگان در همین حیات ها رشد نمی کنند. خب این متاسفانه بسیار دیده می شود. و سوال دیگر این است که کتیبات در بسیاری از دسته ها بویک پو ملنگت، کتیباتی مطبوط با استیسای استقلال، خوجند، کلوب مرکزی و چند دسته دیگر، چون که در بعضی دسته ها می بینیم که مخلصان مثلا کتیباتی یک دسته رو براه می مونند و بعدا معلوم می شود که با همون احساسات مخلصی اونها نمی توانند که همون چیزهای مهم رو نگاه دارند. خب برای این کار رو باید چی کار کرده شود؟ من میخواستم به طور کوتاه همین و همین سوال ها جواب میگفتید. مرحمت اوید یو 18. بله. یو 18 و حیات جوانان دسته لیگ اولی. بله. همش یو 18 دیگه سطح هست. بله. با قیده ما. بله. حیات جوانان دسته لیگ اولی این دیگر سطح هست. بله. یعنی یا زینه بالاتر. مقصد هدف اساسی حیات جوانان لیگ اولی این امکانیتی از همو حیات جوانان جلب کردن به حیات اساسی است. یعنی مرحله به مرحله. بله. این با فکر قطعیانه ما. بله. خب در مورد سوال دوم، کتیباتی بعضی از دسته ها مثلا بسیار ضعیف است. خب طلبات ها نیست که همین چیز ها طلب کرده شما از دسته ها؟ کتیبات طلبات ها هست البته، باز برمیگردد به وضع مالیوی یا اینکه بودجه دسته ها. ببینید اگر ما 10 دسته لیگ اولی باشد، کتیباتی کلوب فوتبال استقلال در یک سطح بلند قرار دارد. خوجند نیست، استرافشان نیست هست، کلوب مرکزی ورزشی ارتش هست. خب خطلون در یک سطح خوب براه مونده شده است، روشنی کلوب نسبت در یک سطح خوب براه مونده شده است. باز برمیگردیم به کلوب فوتبال کوکتوش و دوشنبه 83. میگیم که 8 دسته کتیبا در یک سطح ضروری براه مونده شده است و مستقیما چی با کتیبات فدراسیون فوتبال تاجیکستان یا با لیگ فوتبال تاجیکستان عموما با تلویزیون ها همکاری هاشون فکر میکنم در یک سطح ضروری هست. بله. و وابسته به دسته هایی که راحت پیدا میکنن به حیات دسته های لیگ اولی و ما البته نیاز داریم، تصمیم هم گرفتیم که در سال آینده مرحله به مرحله حتی به توجه به دسته های لیگ یکم کنیم، تو اینکه به عمومیت فوتبال و به اون رویدادهایی که در فوتبال کلوبی در کشور عزیزمون به میان میبیاد به مخلصان و هواداران فوتبال کشور پیشنهاد گردد. بله. خب تشکر زیاد، صحبت هم بسیار صمیمی بود. تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، با برنامه آمدید، با سوال های ما هم پاسخ گفتید. بیننده ها من فکر میکنم با چیزهایی که نمیدونستند جوابی مشخص هم گرفتند. یک جان سپاس از شما بیننده های عزیز. خاطررسان میکنیم که در برنامه مستقیم 90 دقیقه قرار داشتن نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشر اورنوف و دایرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سایولی شاقربانوف، خصوصا اوید
هم کاتی بود کاری با سطح بلندتر براه موندن بازم با کمک شما لازم میشه در برابر مثلا یک شخصی متخصص بیهد خوب فریدون سالی شما نیز میتونه کمک نکید تا که ما همین دست ها جایی که میلنگد همین پرابلم زیادتر است در یک جایی همین با کمک نیم هنگام هم پروسیدور لیسانس کنانی انا همین سمت با شما مثلا با وابسته میکنیم خواهش میکنیم که کمک رسیم در یک جایی تشکر سلامت باشید باور داریم که در سال 2022 باز یک گیم که همون رشد فوتبالی مملکت رو مخلصان فوتبال در میدان ها در نزد آینه نیلگون میتوانند خوبتر ببینند ما ارزو داریم که در مسابقه که در سال 2022 هست خود کلوب های فوتبال کشور خود تیم های ملی در همه سن و سال سازوارانه بازی میکنند در عرصه بین المللی شریف فوتبال کشور رو حمایت میکنند البته ما ارزو داریم که در سال آینده تیم ملی ما با ارزوی 30 ساله خود برسد و با جام آسیا رو خط بگیرد این یک ارزوی دیرینه ما است خب تشکر از شما بار دیگر بیننده عزیز برنامه 90 دقیقه بود که همین حالا مستقیما منظور شما گردید هفته آینده بوست دایر با موضوع های مهم در فوتبال مملکت صحبت انجام خواهیم داد تو برنامه های دیگر سیادمند و پیروز باشد.